تو این درس تصمیم داریم مراحل تکمیلی پروژمون رو انجام بدیم. ابتدا اینجا از این لایه‌مون یک کپی ایجاد میکنیم. کنترل دی از صفحه کلید رو میزنیم. میبینیم از این لایه یک کپی ایجاد شد. هنگامی که نور مستقیما به دوربین میزنه میخوایم یه حاله‌های رنگی ایجاد کنیم. این افکت رو سرچ میکنیم شیفت چنلز و افکت رو روی لایه‌مون اعمال میکنیم و این افکت رو درگ میکنیم روی این لایه‌مون. تنظیمات مربوط به این لایه برامون نشون داده میشه. در اینجا کانال قرمز رو اینجا خاموش میکنیم، پول آف رو میزنیم. حالا برمیگردیم به لیست لایه هامون و این لایه رو به طور کامل خاموشش میکنیم. بعد از خاموش کردن این لایه مجدد لایه دیگر رو انتخاب میکنیم و این افکت رو بر روی لایه پایینی هم اعمال میکنیم. و برای این لایه مجدد دو تا لایه سبز و آبی رو فول آف میکنیم اینجا. و حالا این لایه قرمز رو داریم و میایم این لایه‌ای که خاموشش کردیم و مجدد روشن می‌کنیم. در قسمت مودها میایم برای لایه دوم مود اد رو انتخاب می‌کنیم. حالا اگر به گوشه‌ها بریم دقت می‌کنیم که هیچ افکت متفاوتی رو توی گوشه‌ها نداریم. همه محیط به صورت یک دست هستش. و حالا لازمه کاری که میخواییم بکنیم اندازه یکی از این لایه ها رو تغییر بدیم. من روی این لایه کلیک میکنم و حرف S رو میزنم تا بتونم اندازه این لایه رو تغییر بدم. در اینجا مقدار اسکیل رو از 100 به 101 تغییرش میدم. این اندازه بزرگ کردن احساس میکنم که زیاد مناسب نیست و زیاده. 100.2 رو وارد میکنم. فکر میکنم این اندازه خیلی بهتره براش. حالا میخوام یک سری افکت های دیگه هم اضافه کنم که میام مجدد این لایه رو انتخاب میکنم و کنترل دی میزنم تا از این لایه یک کپی ایجاد بشه و از قسمت مود نورمال رو انتخاب میکنم براش. حالا میام این افکتی که روی این لایه‌مون هستش رو با انتخاب و دیلت حذفش میکنم و الان تصویر اولیه خودمون رو داریم اینجا. میام مجدد در قسمت افکت ها افکت لوماکی رو سرچ میکنم و این افکت رو روی این لایه‌مون اعمال میکنم. در این افکت مقدار ترشور رو اینجا افزایش میدم. کاری که این افکت میکنه قسمت های تیره رو روشن میکنه. حالا من زیادی بزرگش کردم. خیلی خب تا این اندازه کافیه. اگر الان اینجا این دوتا لایه رو خاموش کنیم ببینیم دقیقا به چه صورتی هستش. لایه بالا رو هم خاموش میکنم. اینو اگر یه مقدار بیشترش کنیم میبینیم که قسمت های روشن رو همه رو تیره کرد. همین مقدار روشن اینجا کافیه. این افکت لوماکی رو میایم اینجا افکت لوماکی رو که اینجا داریم به اندازه 180 درجه میچرخونیمش و یک مقدار هم میتونیم اندازه لایه‌مون رو بزرگترش کنیم. اگر به صورت دستی نتونستیم تنظیم کنیم میتونیم اینجا آر رو بزنیم و روتیشن رو
به مقدار عددی منفی 180 تایپ کن. میتونیم یه مقدار این افکت رو هم بزرگتر کنیم، به این صورت اندازه این افکت رو یه مقدار هم بزرگتر کردیم. حالا لایه های دیگر رو هم اینجا روشن میکنیم. میبینیم که یه مقدار این عجیب غریبه و باید ما اینجا یه مقدار اینو بلورش کنیم. اگر هم احساس میکنیم حالا مناسب نیست، میتونیم این مقدار رو یه مقدار بیشتر کنیم. حالا مجدد بینچ مجدد کار کنم. اینطوری احساس میکنم جالب تر. میام اینجا افکت رادیال رو تایپ میکنم. رادیال بلور رو اینجا داریم. این افکت رو انتخاب میکنیم و درگ میکنیم روی این لایم. مقدار بلوری رو اینجا خودمون به صورت دستی میتونیم کم و یا زیادش کنیم. حالا به اندازه ای که فکر میکنیم مناسبه تنظیمش میکنیم. روی این لایه کلیک میکنم و حرف تی رو میزنم تا اینکه بتونم مقدار اوپاسیتی رو یه مقدار کمش کنم. حالا کاری که میکنیم، میایم یک سالید ایجاد میکنم، رنگی رو که این سالیدمون داشته باشه، رنگ سیاه باشه. با کلیک بر روی دکمه اوکی این سالید رو تایید میکنم رنگش رو. در این پنجره هم بر روی دکمه اوکی کلیک میکنم. در ردیف اول لایه هامون هم قرارش میدیم. حالا ابزار الیپت رو انتخاب میکنیم و در قسمت وسط اون یک ماسک ایجاد میکنه. یه مقدار جابجاش میکنم تا در قسمت وسط کارمون قرار بگیره. در این ناحیه دیگه اینورت رو هم فعال میکنم. اینجا ماسک رو باز میکنم. مقدار ماسک پدر رو هم اینجا افزایش میدیم که اینقدر کناره ها سیاه نباشه. به این صورت مقدار ماکس اکسپریشن رو هم زیاد میکنم. اینها رو باید اینقدر جابجا کنیم تا به اندازه دلخواهی برسه. ما میخوام حالتی باشه که این مقدار کناره ها یه مقدار سیاه باشه. مقدار ماسک اکسپریشن رو کم میکنم، اما اینجا مقدار فدر رو اضافه میکنم. اگر حرکت کنم، حالا اینجا تقریبا کارمون تکمیله. اگر از کاری که انجام دادیم یک رمپ ریویو بگیریم و ببینیم به چه صورتی هستش، یک کار خیلی پیچیده و پرکاری انجام دادیم و مطمئنن بخوایم از این کار رندر هم بگیریم زمان بر خواهد بود. یک رمپ ریویو میگیریم که ببینیم اگر چیز دیگه هم نیاز داره به کارمون اضافه کنیم و ببینیم به چه صورتی هستش. رمپ ریویومون داره تکمیل میشه و الان که کارمون اجرا بشه. رمپ ریویو تموم شد و در حال اجرای کارمون هست. میبینیم که به چه صورتی هستش.
خیلی عالی، کارمون تکمیل شده و امیدوارم که از این کار هم مثل کارهای دیگهمون خوشتون اومده باشه.